کشورهایی که تصرف اونها غیر ممکنه کدومن؟ سلام، با یه ویدئوی دیگه در خدمت شما هستیم و از این بابت خوشحالیم. در طول تاریخ همواره جنگای متعددی در سطح کره زمین رخ داده که برخی کوچیک و برخی هم مانند جنگ جهانی اول و دوم کشنده بودند. در طول این جنگا کشورهای مختلفی به تصرف بیگانه ها در اومدن. با این حال کشورهایی هم بودند که تقریبا هرگز مورد حمله قرار نگرفتند. علت این مسئولیت ها گاهی ناخواسته و با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی اونها بوده و گاهی به خاطر قدرت نظامی اونها. تا پایان این ویدئو با ما همراه باشین تا با 7 کشوری که تصرف اونها غیر ممکنه آشنا بشین. برای مطلع شدن از ویدئوهای بعدی ما دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله رو هم لمس کنید. کشور بوتان، یکی از کشورهایی که تصرف اون به هیچ عنوان امکان پذیر نیست کشور بوتانه که یک کشور کوچیک در جنوب شرقی آسیاست. بوتان در ارتش خودش فقط 7000 تا نیرو داشته و نیروی هوایی اون هم فقط 2 تا هواپیما داره. قطعاً باور این مورد براتون سخته که چگونه تصرف کشوری که نه ارتش عظیمی داره و نه تجهیزات جنگی پیشرفته‌ای غیر ممکنه. این کشور کوچیک امنیت خودش رو مدیون موقعیت جغرافیایی خودشه که 300 متر بالاتر از سطح دریا قرار گرفته. قرار داشتن در چنین موقعیتی کارو برای نیروهای نظامی پیاده و تانک ها سخت میکنه. در کنار این مسائل کشوری مثل هندم تصمیم گرفته تا با در اختیار دادن انواع سلاح، لوازم و آموزش نظامی به این کشور از بوتان حمایت کنه تا اونها دیگه هیچ نگرانی بابت حمله بیگانگان نداشته باشن. کشور استرالیا، کشور استرالیا یکی دیگه از کشورهاییه که حمله نظامی به اون نشدنیه. دلیل اونم اینه که استرالیا یک کشور جزیره‌ایه و اطراف اون رو یک کویر بی‌پایان و بدون گیاه احاطه کرده. اگه هر کشوری تصمیم بگیره به استرالیا حمله کنه، در مسیر رسیدن به استرالیا نیروهای ارتش خودش رو یا به دلیل کم آبی و خستگی از دست میده یا اگر هم از کویر بی آب و علف جون سالم به در ببرن تا زمانی که خودشون رو به مناطق پرجمعیت برسونن چنان ضعیف میشن که ارتش استرالیا برای تحت فشار قرار دادن اونها مشکلی نداره و خیلی زود شکست میخورن. در طول جنگ جهانی دوم ژاپن برنامه‌هایی برای حمله به خاک استرالیا داشت، اما با یه برآورد ساده به این نتیجه رسید که چاره‌ای جز منصرف شدن از این ایده نداره. کشور سوئیس. کشور سوئیس رو همه دنیا به خاطر بی‌طرفی شدید اون در سیاست‌های جهانی می‌شناسن. به همین خاطر نه تنها دشمنی نداره، بلکه تمام کشورها با اون روابط دوستانه دارن. حتی قسمت عمده ای از دارایی‌های خودشون رو هم در بانک‌های این کشور سپرده گذاری می‌کنن. دوستی با ابرقدرت‌های جهان مثل فرانسه، آلمان، انگلیس و ایالات متحده آمریکا به هیچ ارتشی جرأت حمله به خاک سوئیس رو نمیده. علاوه بر اون، کوههای سر به فلک کشیده آلپ و نظارت ارتش اون از سنگرها و قلعه‌های پنهان در میان کوه‌ها ترس رو به جون هر کشوری که فکر حمله به سوئیس رو در سر داره میندازه. با همه این تفاسیر، اگه کشوری جرأت اینو پیدا کنه که به سوئیس حمله کنه، ارتش این کشور اونقدر قدرت داره تا به خوبی از خودش دفاع کنه. کشور کره شمالی، یکی دیگه از کشورهایی که هیچ ارتشی در هیچ کجای دنیا فکر حمله به اون به سرش نمیزنه کره شمالیه. کره شمالی یکی از شرورترین کشورهای جهانه. ارتش اون بعد از ایالات متحده آمریکا دومین ارتش بزرگ جهانه، دارای 700,000 نفر پرسنل نظامی فعال و 4,500,000 نیروی ذخیره، 4,200 تانک، 458 هواپیمای جنگنده، 967 کشتی جنگی و 8 کلاهک هسته‌ای. قدرت فوق‌العاده این کشور در استفاده از سلاح‌های هسته‌ای مسئله دیگه‌ایه که دلهره رو به جون دشمنای کره شمالی می‌اندازه. قطعاً براتون جالبه که بدونی کشوری مانند ایالات متحده که خودش یه ابرقدرت نظامی توی جهانه هم
با وجود روابط متشنجی که با کره شمالی داره، تا حالا جرأت دست درازی به خاک این کشور رو پیدا نکرده. ایالات متحده آمریکا. به جرأت میشه گفت ایالات متحده آمریکا کشوریه که تا حالا هیچ ارتش و لشکری به خودش اجازه نداده تا به فکر حمله به اون بیفته. این کشور یه ابرقدرت جهانیه. سالیانه 600 میلیارد دلار از بودجه خودش رو صرف امور نظامی میکنه. حتما براتون جالبه که بدونین در آمریکا به ازای هر 100 نفر 112 تا اسلحه وجود داره. یعنی تعداد اسلحه های این کشور از مردمش بیشتره. در کنار قدرت نظامی فوق‌العاده، احاطه شدن توسط اقیانوس‌های عظیم مثل اقیانوس آرام در غرب و اقیانوس اطلس در شرق تصرف آمریکا رو غیر ممکن تر می‌کنه. با چنین قدرت نظامی، ارتش آمریکا به راحتی می‌تونه هر کدوم از کشورهای کره زمین رو که بخواد نه تنها یه بار بلکه بیشتر از 7 بار با خاک یکسان کنه. کشور روسیه. روسیه یک کشور دیگه جهانه که حمله نظامی به اون و تصرفش غیر ممکنه. جغرافیای این کشور و البته آب و هوای سرد اون به خوبی میتونه ایمنی کشور روسیه رو تضمین کنه. ارتش روسیه در طول جنگ جهانی دوم با تکیه به همین موضوع عمدن نازی ها رو در سرما رها کرد. سبب مرگ تمام اونها شد. به همین ترتیب نتونست هیتلر رو نابود کنه. امروزه اگه کشوری با خودش بگه که میتونه از پس سرمایه استخوانسوز روسیه بر بیاد، باید مطمئن باشه که به هیچ عنوان توان مقابله با 845,000 سرباز، 3,500 هواپیمای نظامی، 350 کشتی جنگی و 7,000 موشک هسته‌ای کشور روسیه که یکی از ابرقدرت‌های نظامی جهان رو نمیتونه داشته باشه. کشور ژاپن. ژاپن یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهانه. کشوریه که در طول تاریخ هرگز مورد تهاجم دشمنا قرار نگرفته. قطعاً براتون جالبه که بدونین حتی مغول‌ها هم که سرزمین‌های زیادی در جهان رو فتح کردن موفق به تصرف ژاپن نشدن. ارتش ژاپن با در اختیار داشتن بیشتر از 60 میلیارد دلار بودجه، 250,000 سرباز و بیشتر از 600 تانک برای خودش نام و آوازه ای رو در جهان دست و پا کرده. همینطور نیروی هوایی این کشور هم با 1590 هواپیما پنجمین رتبه و پیشرفته ترین فناوری هوایی در دنیا رو داره. همه اینها در کنار هم باعث میشه هیچ کشوری حتی ایالات متحده آمریکا با اون قدرت و عظمت هم نتونه این کشور رو به تصرف خودش در بیاره. در این ویدئو با 7 کشوری آشنا شدین که تصور اونها برای هیچ ابرقدرتی امکان پذیر نیست. امیدواریم روزی برسه که کشور ما هم در این لیست جایی داشته باشه. در پایان تقاضامندیم چنانچه محتوای این ویدئو مورد پسندتون بود اون رو لایک کنید و برای سایر دوستانتون هم ارسال کنید.